تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره وحی و قرآن هستیم، مخلوق با سخن خالق نشستیم. سوره آل عمران آیه 51 جزء سوم، آیه رو با هم بشنویم. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. حضرت عیسی در ادامه صحبتاش گفت ان الله ربی و ربکم، برخلاف انجیل های تحریف شده کنونی که خداوند که از خداوند به عنوان پدر عیسی نام میبرن، اینجا میگه که نه، من مخلوق خدا هستم. ان حضرت عیسی گفت ان الله ربی، من مخلوقم، من مربوبم، خالق داریم، ثالث و ثلاثه نیستم، خداوند پروردگار منه و ربکم همونطور که پروردگار شما هست، یعنی من و باقی مردم یه جور هستیم، هر دو مربوب خدا هستیم و هر دو مخلوق خدا. فعبدوه، حالا که مربی ما هست، فعبدوه، پس باید عبادت کنیم او را. ربوبیت حق میاره. در بحث حقوق یکی از بحثایی که تو دانشگاه مطرح میکنن اینه که حق از کجا پیدا میشه. مثلا میگم من به گردن فلانی حق دارم، میگن خب ببینیم از کجا حق پیدا کرده. یکی از کلمه رب حق آوره، یعنی یه مادری که بچه‌ش تربیت میکنه حق داره، یه کسی که درخت رو میکاره از زرعال زارع کشاورز اینو تربیت کرده حق داره. ان الله ربی، خداوند رب من است، مرا پرورده شما، حالا که پس فرده بره پس حق داره. فعبدوه، باید عبادت کنیم برا. گاهی هم سوال میکنن چرا خدا رو عبادت کنیم. ممکنه بچه ای از پدرش برسه آقا جون چرا خدا رو عبادت کنیم، جوابش اینه که ربی مربی ما بوده، خالق ما بوده، به ما نعمت داده. علم نجعل له عینین، یه جور چشم بهش ندیم، و لسانا و شفتین، لب و دو لب و یه زبون بهش ندادیم. علم نجعل الارض مهادا، زمین را برای تو بستر آرامش قرار ندادیم. خدا به ما نعمت داده، خدا ما تربیت کرده، حال که تربیت داره فعبدو، پس باید او را عبادت کنیم. هادا صراط مستقیم، بندگی خدا راه مستقیمه، بندگی شاهان، بندگی ارباب ها، بندگی طاغوت ها، بندگی بت ها، بندگی هوس ها، اینها همه انحرافه. فعبدوه هذا صراط مستقیم. انسان گاهی میپرسن که مثلا بچه من نماز نمیخونه، چه کنیم که نماز بخونه؟ خداوند به موسی میگه که مردم عاشق من کن. میگه چه جوری؟ میگه نعمت ها منو برشو بشمار. اگر نعمت های منو برشو شمردی احساس شرمندگی میکنه که عجب، خدا این همه به ما نعمت داده، حالا که خدا ما این همه نعمت داده پس ما بندگی او رو بکنیم. حالا ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، حضرت عیسی فرمود خداوند پروردگار من است، پروردگار شماست. فعبدو، پس حال که داره پس بنده او باشیم، نه بنده دیگران. هازا صراط مستقیم، ما در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه مستقیم رو هدایت کن. راه مستقیم چیه؟ میگه هازا صراط مستقیم، راه مستقیم راه بندگی خداست، راه مستقیم راه خداست. ان ربی علی صراط مستقیم، راه مستقیم راه پیغمبره، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. خب خدایا تو به حق محمد و آل محمد ما را متذکر خودت قرار بده که هم تو رو بشناسیم، هم یاد تو باشیم و یاد نعمتات باشیم و یاد ربوبیت تو باشیم، و بدونم کسی دیگه اگر حق تربیت به گردن ما داره، یعنی مهر مادرم پرتوی از لطف توست، مهر معلمم پرتوی از مهر توست، هر کس به ما لطفی داره، هر کس به ما خدمتی میکنه پرتوی از مهر توست، و اگر ما بدونیم چقدر خدا به ما لطف کرده حتما ستایش میکنه ما رو. من بارها گفتم که اگر یه دوربین عکاسی من به شما ببخشم شما تا آخر عمر مرا فراموش نمیکنی. خدا دو تا دوربین داده، دوربین های ظریف سبک
اتوماتیک 80 سال فیلم برداری میکنه، از سه زاویه هم عکس هم داره، هم از جلو هم از بغل هم میبینه، تنظیم میکنه، هم عکس ساده برمیداره هم عکس رنگی برمیداره، فیلمش هم عوض میکنه، عکس‌ها رو به مغز میده، بایگانی میکنه. خداوند من یه دوربین بدم به شما، شما از من تشکر میکنی، و خدا دو تا دوربین داده هیچ. ان الله ربی و ربکم، خدا مربی من است، پس او را عبادت کنم. هذا صراط مستقیم. خوب آیه 51 را تموم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.